بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به شما بینندگان عزیز، سوگواران حسینی و عزاداران سوخت دلی که در سوگ نواسه رسول خدا و مظلومیت آل الله عشق میریزین، لباس سیاه برتن کردین و خودتان را با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این مصیبت عظما شریک می دانیم. در طول ویژه برنامه هایی که با عنوان زخم عتیق به شما تقدیم شد و امروز دهمین قسمت از این برنامه پیشکش می شه، از ابعاد و زوایای گوناگون و مختلف به قضیه عاشورا و این حادثه دردناک و فاجعه علمناک تاریخ پرداختیم. هر کدام از وجوه و جهات و جنبه های حادثه عاشورا نیازمند واکاوی تحلیلی و پژوهشی بسیار عمیق است که فرصت محدود یک برنامه رسانه‌ای ایجاب نمی کنه یا این ظرفیت را نداره که به همه اون ابعاد به درستی و به صورت مفصل و محصل پرداخته شود. اما از قدیم گفتن که آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید کشید. ما در پی این بودیم که دست کم سرفصل‌های مهم و محوری حادثه عاشورا مورد طرح و بازرسی و بازپرسی قرار بگیره تا ما در طول سال و متناسب با فرصت‌هایی که فراهم میشه با بازخوانی و بازاندیشی این سرفصل‌ها بپردازیم. یکی از اون سرفصل‌ها و یکی از محورهای بسیار مهم و مبنایی قیام و انقلاب امام حسین علیه السلام آزادی خواهی و آزادی طلبی است. آزادی از هر قید و بندی که ما را از خدا و از آموزه‌های وحیانی و آسمانی جدا بکنه و در بند وابستگی‌ها یا انقیادهای طاغوتی غیر خدایی در بیاره. هیچ فرقی نمی‌کنه که حاکمی که شما را به بند می‌کشه متعلق به چه زمانه است و از کدام جغرافیا برخواسته و دارای چه اسم و رسمی است. مهم این است که شما در زندگی فردی و جمعی خودتان به عنوان بنده آزاد خدا چقدر از قید و بندهای طاغوتی آزاد هستین و جهتتان و هدف گذاریتان در زندگی در مسیر مورد رضایت خداوند قرار دارد. این آزادی خواهی و آزادگی که ما در منش و کنش امام حسین علیه السلام و یاران ایشان می‌بینیم برای تاریخ پس از عاشورای سال 61 به عنوان یک الگوی بی‌بدیل و تکرارناپذیر برای همه افراد و جریان‌های آزادی خواه در سراسر تاریخ و جهان در آمده است. نه تنها مسلمانان بلکه حتی غیر مسلمانان، حتی مسیحیان، حتی یهودیان و هندوان و دیگران امام حسین علیه السلام را و قیام آزادی خواهانه ایشان را به عنوان سرمشق مبارزاتی خودشان در برابر نظامهای جور، نظامهای استبدادی و نظامهای طاغوتی قرار دادند. در مبحث امروز هم که در محضر استاد فرزانه ایمان جناب دکتر عبدالقادر کمالی هستیم، آزادی و عاشورا یا آزادی حسینی و آزادی عاشورایی را مورد ارزیابی قرار میدیم و قطعا یکی از محورهای این گفتگو مقایسه آزادی حسینی با آزادی لیبرالی است که به ویژه در دنیای امروز و از طرف نظام سلطه و همینطور از مجرای رسانه های همگانی تبلیغ و تزریق میشه. به شما سلام عرض میکنم استاد عزیز و خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما همکاران گرامی و بینندگان فرهیخته شبکه ارزشی و اسلامی تمدن، و عرض تسلیت داریم عاشورای حسینی، شهادت سید و سالار شهیدان، امام آزادگان و آزادی خواهان را خدمت آقای امام زمان علیه السلام و به قلب داغدار آن حضرت تسلیت عرض میکنیم، و همچنان به همه ملت شهید پرور، ملت متدین مسلمان افغانستان که این روزها در شرایط بسیار سخت و سنگین عزای امام حسین علیه السلام را بسیار با شکوه و با همون هیبت حسینی و با همون شور حسینی و شعور حسینی در تکیه ها و مساجد حضور پیدا میکنه، و یک بار دیگر با امام حسین علیه السلام و یارانش بیعت میکنن که در راه حفظ ارزش های اسلامی و دینی حاضرند که جان خودشان را، مال خودشان را و فرزندان خودشان را تقدیم کنند. باز هم از ملت عاشورایی افغانستان تشکر میکنیم و امیدواریم که این روند بیش از گذشته پررنگتر و دستگاه امام حسین علیه السلام پر شلوختر باشد انشالله. الهی آمین. سپاسگزار هستیم ازت استاد. چون در مورد عاشورا و آزادی صحبت میکنیم، فکر میکنم که در ابتدا یک درنگی و تأمل کوتاهی داشته باشیم در باب مفهوم آزادی، اینکه آزادی چیست و با آزادگی چه فرقی داره و با عاشورای حسینی چه نسبتی برقرار میکنه. خدمت شما شد که کلمه آزادی در عربی به معنای حریت است، حریت و آزادی. گرچه کلمه حریت در قرآن کریم خودش نامده به صورت مستقل، ولی واژه های مثلا که از یک ریشه هستن مثل حر، تحریر، محرر، اینا که از یک ریشه با حریت هستن در قرآن مجید ذکر شده، کلمه های همردیف با حریت و معنای آزادی. در اصطلاح آزادی را تعریف کردند که فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان، یعنی انسان آرزویی که داره هیچ مانعی نباشه برای رسیدن به او. میگه این فضا یک فضای چیست؟ آزاد است. و همچنان سلب مانع ترقی و تکامل، یعنی هر آن چیزی که مانع رشد و تکامل میشه او را کنار بگذاره. این میشه تعریف اصطلاحی از آزادی. خدمت شما شد کلمه آزادی از کلماتی است که در اواخر به اصطلاح به وجود آمده، خیلی سابقه خود کلمه آزادی نداره، از کلماتی که در اواخر به واژگان استعمالی در جوامع، ولی یکی از پرکاربردترین کلمه ها در جوامع هست. چی در جوامع اسلامی و چی در جوامع غیر اسلامی، واژه آزادی زیباترین کلمه است که حتی بزرگترین دیکتاتورها و بدترین حکومت های استبدادی هم واژه آزادی را به کار میبرند، در حالی که هیچ سنخیتی بین اونا و آزادی وجود نداره، ولی اونا در شعارهایشان، در گفتارشان همیشه کلمه آزادی رو به کار میبره. و ما میگه که تلاش ما، کوشش ما و تمامی هم و غم ما برای آزادی شماست، در حالی که اونا خود آزادی به بند کشیده و به اصطلاح به اسارت گرفته. خب ما چند نوع آزادی داریم، خصوصا در اسلام. یکی آزادی عقیده و بیان. آزادی عقیده و بیان در اسلام به معنای واقعیش است. مثلا در اعلامیه حقوق بشر ماده 19 در بحث آزادی بیان آمده،
در غرب، یعنی غربیا در اعلامیه حقوق بشر یکی از مواردی که خیلی اونا رویش مانور میده آزادی است، آزادی بیان، بله مخصوصا آزادی، آزادی بیان. خب آزادی بیان در غرب به معنای واقعی وجود نداره. بله مثلا شما درباره هولوکاست، کشتار یهودیا، هر کسی که چی مسلمان چی غیر مسلمان در این مورد اظهار نظر کرده، تحلیل کرده، مورد تحریم، زندان و دادگاهی شده. نمونه بارزش یک دانشمندی بود که ابتدا مسلمان هم نبود، رژه گارودی، بله درباره فرانسوی. بله فرانسوی بود، درباره هولوکاست اظهار نظر کرد، دادگاه شد، حالا نمیدونم زندان هم رفت، بالاخره به حدی روی از این فشار آورد، آخر اون مسلمان شد. یعنی بعد از این همه مطالعات و به اصطلاح، یعنی به معنای واقعی آزادی بیان در غرب وجود نداره. در اسلام آزادی بیان به معنای واقعی وجود داره. ولی اگر ما میبینیم که حکومت ها نمیتونه آزادی بیانی به اون معنای واقعی که خدا فرموده، پیامبر فرموده، اهل بیت فرموده اجرا کنه، قرائت های مختلف و برداشت های مختلف از آزادی بیان است، از آزادی است. مثلا مطلق خصوصا آزادی بیان، مثلا من مثال میزنم، حالا خیلی از کسایی که دم از آزادی میزنه، آزادی به معنای خیلی کلان و وسیع، میگه آیه قرآن است که میفرماید لا اکراه فی الدین، یعنی در دین هیچ کراهتی نیست، شما چرا تحمیل میکنی؟ نه چرا نفر مجبور میکنی بلند شو نماز بخوان؟ میگه ای شما آزادیش چیکار میکنی؟ سلب میکنی. سلب میکنی؟ در حالی که اینطوری نیست. گاهی بعضی چیزها سلب کردنش خودش آزادی است. مثال میزنم، یک کسی دکتر میره مریض میشه، بیماری شکر داره، خب این دکتر میگه برش چی؟ میگه که شما شکر نباید بخوری، قند نباید بخوری، شیرینجات نخور، برنج نباید بخوری، برنج مثلا نخور، اگر بخوره چی میشه؟ بدتر میشه، بدتر میشه، بیماریش آوت میکنه و در نتیجه از دنیا میره. این محدودیت برای چیه؟ برای اینه که او به سلامتی، به سلامتیش به دست بیاره، یا حداقل بدون درد و آلام زندگی را سپری کنه. مثلا دانشجوی ما در پوانتون یک سمستر آمده درس خوانده، اگر از 4 جلسه غیر حاضری کنه درسش حذف میشه، بیشتر، یعنی 5 جلسه شو 6 جلسه شو درسش حذف میشه. میگه آقا شما این را از درس محروم کردی، از امتحان محروم کردی، این آزادیش سلب کردی. شما سلب نیست، این در واقع برای ازی است که او آدم باید یک آدمی منظم مرتب سر صنف حضور پیدا کند، تلاش کنه، کوشش کنه مثل سایر همسنفه. اتفاقا این عین بی‌عدالتیه که کسی که 16 هفته را کلن سر صنف بیه و یک کسی 4-5 به اصطلاح جلسه را نیه، هفته را نیه، این دوتا با هم مساوی باشه، این اتفاقا برخلاف آزادی است. ما در تاریخ اسلام، آی استاد موسوی، ما اصلا نداریم که کسی را به اجبار مسلمان کرده باشه. خداوندم به پیامبر میفرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه وجادلهم بالاحسن. بالتی هی احسن. بله. یعنی خداوند به پیامبر میفرماید که دستور میده که شما با حکمت و موعظه و مناظره. مناظره هم احسن باید باشه. بله دیگه، مناظره، نه مناظره به معنای سرکوب کردن و منکوب کردن، نه، مناظره ای که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران داشت که منتهی به مباهله شد. یعنی در طول تاریخ اسلام ما نداشتیم که هیچ کسی را به زور مسلمان شده باشه. گفت آقا شما هیچ راهی نداری جز پذیرش اسلام. پذیرش نداریم در سیره پیامبر. نداریم. بله. دومین بخش آزادی اجتماعی است. یه همون آزادی عقیده بود در واقع. این در واقع آزادی عقیده و بیان بود. بله. که ما در اسلام آزادی عقیده و بیان داریم، ولی آزادی عقیده و بیانی که در اعلامیه حقوق بشر و اروپایی از او دامن میزنه، این به اصطلاح مورد تایید نیست
در واقع آزادی نیست. و اگر حکومت های اسلامی هم آزادی بیان و عقیده را درست در اجرا عمل نمی کنه، برداشت ها و قرائت های مختلفشان از متون اسلامی است. یعنی شاید برداشتشان نادرست است، شاید برداشتشان ناصحیح ناصواب است. خب ما آزادی اجتماعی داریم. یک کسی هست به نام سمورت ابن جندب، ای تقریبا 13 ساله بود در زمان جنگ احد، پیش پیامبر آمد که آقا من اجازه بدید میخوام برم جهاد. پیامبر اجازه نداد، گفت نه شما کوچیک هستین. و اتفاقا یک کس دیگه آمد همسن و سال ایشان پیامبر اجازه داد. بعد ای به پیامبر اعتراض کرد، به نوعی که اعتراضی که تقریبا حالت توهین‌آمیز داشت به پیامبر. بعد از مدت ها در مدینه ایشان یک باغی داشت، یک کسی یک خانه باغی داشت، یک درخت سمورت ابن جندب داخل باغ بود، داخل خانه باغ بود. بعد این سمورت ابن جندب هر روز صبح زور شب میرفت به بهانه دسترسی به این درختش مزاحم خانواده دونا میشد. یعنی او به اصطلاح حریم خانواده را به هم میزد دیگه، خانواده راحت نبودن. درست. اینا رفتن پیش پیامبر شکایت کردن که آقای سمورت ابن جندب به هر حال زندگی ما رو به هم زده، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود که حوصله کو، تذکر بدی برش. با تذکر نشد، حضرت خودش وارد شد، گفت آقا امی درخت بفروش. گفت نمیفروشم. به چند برابر قیمت گفت بفروش؟ گفت نمیفروشم. بعد پیامبر فرمود شما این درخت به اصطلاح به من بفروش، ما برای از به جای از یک درخت در بهشت برای شما به اصطلاح تضمین میکنم که یک درخت در بهشت. گفت آقا ما هیچ وقت نقد به نسیه نمیفروشم. این توهین دیگه به پیامبر. و کوتاه نیامد با پیامبر. بعد بنده خدا صاحب خانه دوباره آمد پیش پیامبر که شکایت کرد. پیامبر فرمود که برین اون درخت اره کنین، به اصطلاح ریشم بکنین، بندازین بیرون دیگه. ای یعنی ای در واقع آزادی است، محدودیت نیست. چرا؟ چون او آدم آمده مزاحمت کرده. یا یک کس دیگه شبیه این هم از دست همسایه، باید خیلی نسبت به همسایه ها ما مواظب باشیم. به حدی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که به حدی نسبت به همسایه از جانب خداوند به ما توصیه شد که احساس کردم که همسایه از همسایه ارث میبره. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها داریم در سیرش که اول همسایه ها رو دعا میکرد، الجار ثم الدار. بعد خدمت شما شد این همسایش خیلی اذیت کردشان. هر بار پیش پیامبر میرفت آقا میگفت این آدم نمیشه، این همسایه ما. گفت شما روز جمعه تمام لوازم خود بکشت کوچه. خب چون در زمان حضور پیامبر و امام معصوم نماز جمعه واجب عینی هست دیگه، همه مردم میرفتن طرف نماز جمعه، میدیدن میگفتن آقا چی شده؟ میگفتن دست همسایه که فلان و فلان شده، ما به هر حال دیوانه شدیم، مجبور شدیم که به سر اسباب و اساسی رو بندازیم کوچه، تا ای که به هر حال اون میه و التماس میکنه و به هر حال دیگه از این کارش به سر اظهار ندامت و پشیمانی میکنه. میخوام بگویم که این آزادی اجتماعی که ما میگیم یعنی نیست که هر کس هر کاری دلش خواست انجام بده، نه. گاهی وقتا بعضی کارا سبب میشه که جامعه سالم بمونه. مثلا همین کرونا با همه بدی ها و مصیبت هایی که به ما و شما وارد کرد، یک چیز خیلی برای مردم به صورت ملموس تبیین کرد و او هم ای بود که ما کار فردی نداریم. یعنی یک فرد میتونه کل جامعه و اجتماع چیکار کنه؟ آلوده کنه. و در آزادی اجتماعی اگر ما محدودیت به اصطلاح قائل نشیم و یک آزاد خط قرمز نداشته باشیم، جامعه و اجتماع به هم میخوره. بحث بعدی ما بحث آزادی اقتصادی است. در بخش آزادی اقتصادی در زمان پیامبر، وقتی که پیامبر وارد مدینه شد، اصلا مردم مدینه از نظر وضع اقتصادیشان خوب نبودن.
اقتصاد کلن دست یهودی ها بود، طلافروش ها و زرگر ها همه یهودی بودن، مردم انصار و اوس و خزرج آدم های فقیری بودن، کشاورزی میکردن. ولی در زمانی که 10 سال حضور پیامبر در مدینه، اقتصاد مردم مدینه شکوفا شد که بعدن غنایم و در زمان خلفا و مالیات ها به مدینه سرازیر شد، دیگه همه متمول و ثروتمند شدن. یکی از چیزهایی که پیامبر کوتاه نمی آمد بحث احتکار بود در بخش آزادی اقتصادی. احتکار کردن بهش خود پیامبر حضوری میرفت با محتکرین، کسایی که مثلا خبر میدادی دکاندار به دکاندار دیگه که برنج قیمت میشه، این میره مثلا 5 متر برنج میخره میبره ذخیره میکنه که چی شوه بعدن قیمت شد بفروشه، این میشه احتکار. پیامبر خودش مستقیما وارد میشد. مسئله بعدی که در بحث آزادی اقتصادی پیامبر با او به شدت مقابله میکرد بحث ربا بود، که هم خداوند در این باره تأکیدات فراوانی داره و هم پیامبر اسلام، که متاسفانه در جامعه ما یک مقدار این بحث رنگ گرفته و رواج یافته و یکی از آسیب‌های جدی که مثلا جامعه ما را در بخش اقتصاد با او مواجه شده بحث ربا هست. خیلی جنگ با خداست دیگه، تصریح خود قرآن کریم. خدمت شما شد که آخرین بحثی که در ای باره داریم، یک بخش این بود که اینو چون ما بازار گاهی وقتا میریم، بحثی که باید خرید و فروش در جامعه آسان باشه. امام علی علیه السلام در امو عهدنامه مالک اشتر میفرماید ولی یکون البیع بیعا سمحا، یعنی خرید و فروش در جامعه باید آسان باشه. و در ادامهش میگه که به 2 گروه نباید ظلم بشه، یکی تولید کننده یکی مصرف کننده. در جامعه ما هم تولید کننده ها بدبخته، هم مصرف کننده ها. ما یک دانشجوی چینی داشتیم، من از ایشان سوال کردم که حالا بخاطر از اینکه پخش میشه همه بدانه خیلی خوبه، ما گفتم ما این موبایل در افغانستان میخریم هیچ کیفیت نداره، همین موبایل مثلا در ایران میخریم خیلی کیفیت داره. جریان چیه؟ از یک کشور می یک مارک و یک جنس و همه میگفت این بستگی به تاجرای شما داره. تاجرای شما میگه با اینمی پول ما اینمی موبایل درست کن. و او قطعات بسیار بی کیفیت و قطعاتی که حتی بعضی مستعمل یا اونایی که دوباره برگشتی هسته اینا را گفت داخل از موبایل ها میندازه. خب این خیانت است که واقعا اگر تاجرای ما این کار مرتکب شه واقعا خیانت است. و این پول اصلا برکت نداره و این پول واقعا این سودی که از این ها واقعا هم جنگی با خداست. بحث مصرف کننده هم متاسفانه ما اصلا هیچ نظارتی در بخش اقتصادی نداریم از جانب به اصطلاح حکومت و نهادهای نظارتی که باید روی از این بخش ها نظارت شوه و آزادی اقتصادی به معنای واقعی به اصطلاح در جامعه پیاده شد. خیلی سپاسگزار استاد ارجمند، استفاده کردیم. در یک دستبندی کلی آزادی به 2 نوع یا به 2 قسم قابل تقسیم است، آزادی معنوی و آزادی سیاسی. مواردی مثل آزادی اجتماعی و فرهنگی و حتی آزادی اقتصادی که شما به اشاره فرمودین، اینا زیر مجموعه و همینطور از تبعات آزادی سیاسی به شمار میرن. آزادی اجتماعی یا فرهنگی و همینطور آزادی اقتصادی، اینا زیر مجموعه آزادی سیاسی هستن. برای امام حسین علیه السلام به عنوان الگوی آزادگان جهان و الگوی همه جریان‌های آزادی طلبی که در مقدمه عرض کردم، از این 2 نوع آزادی، یعنی آزادی سیاسی و آزادی معنوی، کدام یک ارزش بیشتر داره و کدام یک بیش از دیگری مورد توجه حضرت بوده و مسبب و محرک حرکت و قیام عاشورا شده؟ خدمت شما شد، من یک چیز فراموش کردم که بگویم نسبت به سوال قبل شما، نسبت بین آزادی و آزادگی. آزادی یک چیز عامه، یعنی هم میتونه آزادی خوب باشه هم بد، ولی آزادگی مطلقاً خوبه. بله.
یعنی آزادگی دیگه ما بد نداره. مثلا فلانی انسانی آزاده ولی خیلی بدیه، نمیشه. ولی آزادی مثبت و منفی داریم. آزادگی مطلق خوبه. این نسبت بین آزادی و آزادگی که فرمودی فراموش کردم. در بحث آزادی معنوی و سیاسی، بله آزادی معنوی، ببینید ما اگر بخوایم منظور از آزادی سیاسی مطلق آزادی باشه، یزید که همه چیز آزاد گذاشته بود دیگه، یعنی شراب و کباب و رباب و همه چیز آزاد بود، یعنی کسی به کسی کار نداشت که. اونا در به دنبال او آزادی بودن، یعنی آزادی به معنای آزادی جنسیتی، آزادی به معنای عیش و نوش و هوس بازی، در حالی که امام حسین علیه السلام هدف از قیام میشه این هست که او چیزی که الان در جامعه داره پیاده میشه برخلاف آموزه های دینی است و برخلاف آزادی های انسانی است. خدا میدونه تعبیر و برداشت ما از آزادی گاهی وقتا درست نیست. همو آزادی که غربی ها میگه برای اولادای خودشان محدودیت قائل شده، برای معلمای خودشان محدودیت قائل شده، برای کارمندای خودشان محدودیت قائل شده. اینطوری نیست که آزادی به معنای ولنکاری و به اصطلاح آزادی به معنای این که لاوبالیگری نیست. امام حسین علیه السلام هدفش و دلیلی که سرور آزادگان هست این هست که به خاطر این قیام کرد که او خطوط قرمزی که در توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام و اصحاب پیامبر او خطوط قرمز طراحی شده بود، اونا دیگه از بین رفت. یعنی قیام امام حسین علیه السلام ناظر به آزادی معنوی است، یعنی آزادی که ما را به خدا برسانه، آزادی که ما را به قرآن برسانه، آزادی که برای ما دنیا و آخرت به اصطلاح برای ما تأمین بکنه، نه اینی که به هر حال آزادی که مورد نظر بعضی از روشن فکران تاریک نما هست. ممنون هستم. از نظر اسلام و مکتب عاشورا، در ادامه همین پرسش و صحبتی که مطرح شد خدمت شما عرض کنم که آزادی سیاسی در فقدان آزادی معنوی چقدر مهم است. یعنی اگر آزادی معنوی به اون معنایی که ما در رسیدن به قرب الهی آزادی نداشته باشیم و این آزادی در جامعه مفقود باشد، آزادی سیاسی اگر وجود داشته باشد چقدر ارزش داره؟ و آیا در منظومه تفکر عاشورایی انسان ابتدا باید با آزادی معنوی برسه یا نه آزادی سیاسی هست که زمینه ساز دستیابی انسان با آزادی معنوی میشه؟ خدمت شما شد که شاخصه هایی که برای آزادی و آزادگی در نظر گرفته دین اسلام، این شاخصه ها وقتی که انسان ها به او مواجه میشه، با او سر و کار پیدا میکنه، سبب میشه که به اصطلاح از نظر فکری و از نظر سیاسی به یک بلوغی برسه و بتونه مثلا تشکیل حکومت اسلامی بده. ما در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم که در مکه ایشان به صورت فردی و انفرادی داره کار میکنه، روی افراد کار میکنه. چرا؟ چون برای تشکیل حکومت در مدینه نیاز به کادر داره، نیاز به نیرو داره، این نیرو باید اول تربیت کنه. مثلا یک شمسا مصعب ابن عمیر، جوان 21 ساله، بین 19 تا 21 سال سنش گفتن، مثلا مصعب ابن عمیر یکی از کادراییه که وقتی پیامبر به همراه اوس و خزرج به مدینه فرستاد گفت آقا شما تبلیغ کن، به عنوان اولین مبلغ اسلام
اولینش جعفر ابن ابی طالب علیه السلام که به حبشه رفت، اولین مبلغ اسلام. دومیش مصعب ابن عمیره که به مدینه آمد. وقتی به مدینه آمد پیامبر فرمود که برو در بین مردم مدینه قرآن بخوان. توجه؟ حالا مبلغای ما، سخنرانان ما، استادان ما اصلا در سخنرانی ها، در برنامه ها از قرآن هیچ استفاده نمیکنن. اگر هم استفاده میکنن خیلی کم. خود قرآن نوره دیگه، معنویت، نورانیت. به همین دلیل چون مصعب ابن عمیر یک بچه پولدار بود، یک جوان خوشتیپ و مقبول بود، یک خوش صدا بود، وقتی قرائت میکرد همه مردم اطراف صدای زیر میشنیدن جمع میشدن، به طوری که پیامبر فرمود فتحت المدینه بالقرآن. عجب. یعنی مدینه با قرآن، با قرآن خواندن مصعب ابن عمیر فتح شد. اول کادرسازی، اول معنویت، اول نورانیت، بعد حوزه های بعدی. ما در فرمایشات بزرگان داریم که اگر دانشجو یا طلبه در مدرسه و دانشگاه خود نسازه در جامعه ساخته نمیتونه. چرا؟ چون اون با انواع سلیقه ها و تفکرات و با انواع انحرافات که ممکنه در دامی از اونا بیفته مواجه میشه. ولی اگر این در مدرسه و در دانشگاه به اصطلاح خوب پخته شده باشه و به اصطلاح با معنویت و نورانیت شخصیت شکل گرفته باشه، او مشکلات و چالش ها و او راه های صعب العبور به راحتی و آسانی عبور میکنه. ولی اگر اونجا ساخته نشده باشه، خب میگه میریم بین مردم میسازیم، امام جماعت باشه، استاد دانشگاه باشه، هر چی باشه، نه تنها که درست نمیکنه بلکه خرابتر میشه. پس باید مقدمه به اصطلاح رسیدن به ما نمیگم آزادی سیاسی، به بلوغ سیاسی چیه؟ ایه که باید با معنویت و نورانیت و با اصول اصلی اسلامی آشنایی پیدا بکنه و وارد جامعه شه که زمینه رشد خودش هم فراهم میشه و زمینه رشد جامعه هم میتونه فراهم بکنه. در عصر حاضر مدل لیبرالی آزادی با توجه به سرمایه گذاری های هنگفتی که از طرف قدرت های غربی و از طرف قدرت های صادر کننده این آزادی صورت میگیره، بیش از هر نوع آزادی دیگه مورد توجه است. در 20 سال گذشته و در زمان اشغال افغانستان هم آنچه که مورد توجه خاص و بخشی از هدف گذاری های اصلی ناتو و امریکا در افغانستان بود، نهادین ساختن لیبرال دموکراسی در افغانستان بود. آزادی لیبرالی، آزادی لگام گسیخته ای از شما بهتر از من میدانین و حتما بینندگان ارجمند ما مستحضر هستند که ما در این نوع آزادی هیچ گونه قید و بند اخلاقی و الهی نداریم. یعنی فرد به دلیل اینکه برخوردار از آزادی لیبرالیستی هست به هر جنایتی میتونه دست بزنه، جنایت اخلاقی منظور هست، و میتونه که همه هنجارها رو زیر پا بگذاره، همه ارزشها رو نفی بکنه. متاسفانه در میان بخشی از نسل جوان و به ویژه دانشگاهی ما هم این طرز فکر جا افتاده و امروزه در فضای مجازی مخصوصا ما شاهد حتاکی ها و حرمت شکنی های نسبت به ارزش های دینی و مقدسات و معتقدات مردم از طرف همین جوان ها هستیم. ما اگر بخوایم آزادی را از منظر امام حسین علیه السلام و عاشورای حسینی مورد ارزیابی قرار بدیم، با چه تفاوت‌هایی در مقایسه بین آزادی حسینی و عاشورایی با آزادی لیبرالیستی میرسیم؟ خدمت شما شد که ما دیگه آزادی لیبرالیستی به فرمایش شما رو به هر حال اومانیستی را کاملا با جان و دل لمس کردیم دیگه. در شما بیشتر از دیگر هم سر کار داریم. بله. خدمت شما شد که یکی از شاخصه های آزادی و آزادگی در بعد فردی که بعد شامل جامعه هم میشه اینه که مکر و حیله نباید باشه. یعنی انسان آزاده انسان مکار نیست.
جامعه آزاده جامعه مکار نیست. در حالی که ما در آزادی لیبرالیستی میگه هدف به اصطلاح وسیله را چی میکنه؟ توجیه میکنه. دروغ هست، شما هر آنچی که اونا برای رسیدن به هدفش کمک بکنه از او ابزار استفاده میکنه. یکی از جنایت هایی که عذرخواهی میکنم صحبت شما را قطع میکنم، یکی از جنایت هایی که اخیراً دو بار در کشور سویدن و دنمارک اتفاق افتاد، اقدام فجی و شنیعی که در اونجا برای قرآن سوزی و حتک حرمت قرآن صورت گرفت، در قالب همین آزادی توجیه شد. یعنی با مجوز دولت‌های سویدن و دنمارک این جنایت انجام شد و اونا توجیهشان برای صدور مجوز قرآن سوزی حفظ آزادی‌های اجتماعی و آزادی بیان و این مسائل بود، در حالی که واقعا اونا دروغ میگه. اگر واقعیت داره اونا مجوز صادر کنه برای آتش زدنی مثلا تورات و انجیل و برای اینا مجوز صادر کنه و چند نفر از مسلمان ها برای در همون جایی که قرآن آتش زده در همون جا هم تورات و انجیل آتش بزنه، این میشه آزادی؟ در حالی که اینطوری نیست. یعنی همون مکر و دروغ که شما فرمودین در آزادی لیبرالیستی وجود داره کاملا. مثالش از قیام امام حسین علیه السلام، شما وقتی که حضرت مسلم در کوفه حضور داره، حانی ابن عروه چی میشه؟ مریض میشه. عبیدالله ابن زیاد میه به عیادتش، درسته؟ بله. اینا قرار میگذاره که آقا یکی آمد همینجا عبیدالله ابن زیاد بکشید دیگه غائله ختم است. میگه وقتی که آمد من صرفه کردم، حضرت مسلم میگه تو با شمشیر بیا و بزن و بکش تمام کن. هر چی که هانی صرفه میکنه حضرت مسلم نمیه. بعد متوجه میشه عبیدالله ابن زیاد، چون صرفه ها متوالی و متمادی میشه، متوجه میشه که کدام گپی هست. این صرفه طبیعی نیست. بله، فورا منطقه را خانه را ترک میکنه و هانی ناراحت میشه و سر حضرت مسلم علیه السلام داد میکشه که چرا نیامدی؟ چرا قضیه ختم نکردی؟ شما ببینین اگر عبیدالله ابن زیاد کشته میشد ورق بر میگشت. کاملا واقعا ورق بر میگشت. اصلا حضرت سید شهدا با کربلا نمیرفت. اصلا اینه میگم اصلا قضیه فرق نکرد. ولی حضرت مسلم میگه که ما به اصطلاح از مکر استفاده نمیکنیم، از حیله استفاده نمیکنیم، از نامردی استفاده نمیکنیم. توجه شدین؟ ای آزادی حسینی مثلا حضرت مسلم شاگرد مکتب امام حسین علیه السلام. شما ببینین هدف وسیله را توجیه نمیکنه که ما باید برای اینکه ما غالب شویم اینجا چون این مهمانه باید این مهمانه بکشیم. یک بحث بعدی رعایت حقوق مردمه. شما ببینین در کشورهایی که آزادی های مثلا همین حقوق مهاجرین در اون کشورها، حقوق سیاه‌پوستان تحت عناوین مختلف، ما به اصطلاح قانونایی از اینا نسبت به افراد متفاوته، ولی شما در قانون اسلامه، حالا یکی قانون اسلامه یکی عمل ماست، ما باید بین این دوتا چی؟ تفکیک قائل شویم. یک وقت عمل ما من مسلمان شاید مطابق با احکام اسلامی و آیات قرآن نباشه، این لطمه به اسلام نمیزنه. درسته من نماینده خوب و سخنگوی خوبی برای اسلام نیستم، ولی اصل اسلام خدشه وارد نمیشه. در نتیجه در روایات ما متعدد داریم که نسبت به حق الناس، در روز عاشورا صبح عاشورا امام حسین علیه السلام به یارانش چی میفرماید؟ میفرماید اینا با ما کار داره، با شما کار نداره، همه شما برین. برای چندمین بار اتمام حجت میکنه، خصوصا کسایی که حق الناس بگردنشه. خداوندم فرموده که من از حق خودم میگذرم ولی از حق الناس که دست من نیست نمیتونم بگذرم. این قدر در یک درجه بالای اهمیت داره. آقا در طول همین 20 سال در افغانستان چقدر نیرو شهید شده ما،
چقدر کودک ها ده ها هزار شاید صد ها هزار شده باشه نیرو شهید شد. دو طرف هم مسلمان افغانی، دو طرف هم گاهی وقتا در انتحاره ها و انفجار ها که بچه های کوچیک سیاسر ها. ولی یک نفر در آمریکا کشته شوه، یک نفر در اروپا کشته شوه، شما ببینید که زمین و زمان به هم میرزه. ولی مسلمان ها مثلا در فلسطین چی میگذره؟ بله. یهودی ها چی جنایت های مرتکب میشن؟ در یمن چی میگذره؟ در یمن بله. چی میگذره؟ همه اینا که برگردی یا مستقیم یا به صورت غیر مستقیم دستی هم آزادی لیبرالیستی که شما فرمودین، این ظاهر زیبا داره ولی باطنش بسیار یک باطنی به اصطلاح وحشتناک، مثل تعبیری که حضرت امیر علیه السلام از دنیا داره که یک مار خوش خلخال اما باطن بسیار کشنده و زهرآگی. آزادی لیبرالیستی غرب به این معنا ظاهری بسیار شکوپیک داره. شما در بحث فرهنگی 20 سال آمدن در افغانستان کار کردن، ارزش های ما را هدف قرار داده بودن، ما واقعا جشنهایی داشتیم، جشنهای ما را از بین بردن، اصلا جوانای ما را بی هویت کردن. یعنی اصلا ما نه هویت ملی داشتیم، نه هویت مذهبی داشتیم، نه هویت سیاسی داشتیم، هیچی نداشتیم. چرا؟ به خاطر سیاست های اونا. اونا میخواستن ما را به دوچار یک بحران هویت بکنه، بعد خودشان برای ما یک هویتی جعلی معرفی کنه به عنوان الگو که آقا شما این هویت شما. آزادی که سید آزادگان امام حسین علیه السلام او برای نجات بشریت، برای ایجاد معنویت، برای رسیدن به خدای مسیحی هم میگه خدا، یهودی هم میگه خدا، مسلمان هم میگه خدا، ولی او خدایی که حسین و یارانش در راهش فدا شده، او خدا هم تضمین کننده دنیای و هم آخرت است. دقیقاً. یک بحث دیگه، یک مقداری در واقع بحث آسیب شناسانه است از استاد نسبت به روی کردهایی که ما پس از عاشورا به این حادثه و واقع داشتیم، فرصت مانم محدود هست. روی کرد غالب جامعه اسلامی به نهضت حسینی روی کرد ماوراء طبیعی بوده، به این معنا که بیش از آن که به ابعاد بشری انسانی و قابل اقتدا و اقتباس امام حسین و نهضت و حرکت ایشان در واقع روی خوش نشان داده شوه، بیشتر به ابعاد آسمانی و وجه ملکوتی و ماوراء طبیعی و فرا انسانی شخص امام حسین و حتی یاران ایشان توجه شده. غفلت از وجه بشری عاشورا از جمله چقدر سبب سلب آزادی در دنیای امروز به ویژه در جهان اسلام شده. یعنی ما اگر امروز میبینیم که این همه اسارت و بدبختی و وابستگی در کشورهای اسلامی، در دولتهای اسلامی وجود داره، این چقدر میتونه نتیجه غفلت از وجه بشری خود شخص امام حسین و نهضت و قیام عاشورا و کربلا باشه؟ اولا بخش اولی سوال شما، هر کسی که امام حسین علیه السلام یک شخصیتی مثلا دست نیافتنی به فرمایش ما ماورایی، یک شخصیتی خلاصه غیر طبیعی بله. معرفی بکنه، در واقع به امام حسین علیه السلام و به قیامش خیانت کرده، به خاطری که امام حسین علیه السلام یک انسانه بله. یک انسان کامله. دقیقا. اول یک انسانه، عبدالله است، بنده خداست، بعد یک انسان کامله، یک انسان معصومه، یک امام منتخبه بله. و ماورایی کردن و نمیفهمم به هر حال تحریفاتی که در این وادی وارد میشه، اینا واقعا محدود کردن امام حسین و ظلم در حق امام حسین. امام حسین علیه السلام، جهان اسلام امروز تنها یک بخشی قیام امام حسین علیه السلام، آزادگی و عدم ذلت پذیری، خودباوری. امام حسین علیه السلام با یاران اندکش
به این خودباوری رسته بود که یا با قربانی شدن ما و یا با اسارت اهل بیت و یا با تشکیل حکومت، به هر کدام از اینا که ما برسیم ما به عزت اسلامی میرسیم، ما به او سیره پیامبر که همو آزادی واقعی است به او میرسیم. با همو یاران اندکش به این خودباوری رسته بود. ظرفیت امروز جهان اسلام، از ظرفیت های اقتصادی بگیرید، شما ظرفیت های علمی بگیرید، فرهنگی، در یعنی واقعا یک ظرفیت عظیم جهان اسلام داره، ولی ما چی نداریم؟ خودباوری نداریم. خصوصا مردم ما خودباوری، عدم خودباوری مردم خود ما از کجا میبینیم؟ از حتی از بازی های ورزشکارای ما در مقابل کشورهای همسایه. وقتی که تیم ما با تیم کشور همسایه مسابقه داره، اصلا جوانای ما پیش از اونها روحیه نداره. چرا؟ ما به خودباوری نرسیدیم. ما یک الگویی که بتونه خودباوری به معنای واقعی برای جامعه ما به اصطلاح ترویج کنه، جوانان ما به او تمسک کنه، معرفی نکنیم. ما امام حسین علیه السلام آسمانی جور کردیم، حادثه کربلا رو آسمانی جور کردیم. باور به خدا بکنین، رنجی که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، غصه ای که دیدن حضرت زینب سلام الله علیها دیدن، رنجی که امام سجاد علیه السلام دیدن، اینمی رنجایی که ما در یک ذره ایش در مصیبت های روزمره میبینیم. اونا مثل ما به هر حال بودن، فرق نمی، ولی اونا فقط این حس نداشتن و این که به او ایمان کامل داشتن، توکل کامل که جلسات قبلا بحث کردیم. به همین دلیل امام حسین علیه السلام ما بیاییم به عنوان یک الگوی حسنه برای جوانان، جامعه و آزادگی امام حسین علیه السلام و حریت امام حسین علیه السلام و یارانش و خودباوری امام حسین علیه السلام ما ترویج بکنیم، تا بتونیم جامعه را از این حالتی به اصطلاح خودباختگی، ما در مقابل بیگانگان واقعا خودباختیم با وجود همه ظرفیت هایی که در بخشای سیاسی، فرهنگی، نظامی، علمی داریم. ما در مجموعه که درس می‌خوندیم بیشترین دانشجویای موفق دانشجوی افغانستان بودن، در بخشای پژوهش، در بخشای فرهنگی، در بخشای علمی، در همه بخشا. واقعا یعنی فکر می‌کردیم که افغانی ها از دیگرها کرده یک مقدار بیشتر می‌فهمه، ولی ما خودباوری نداریم. دقیقاً. خیلی سپاسگزار هستیم استاد ارجمند. دعا میکنیم که به برکت خون امام حسین و انقلاب عاشورا حیات تازه‌ای و خون تازه‌ای از حریت و حمیت و غیرت و غرور و خودباوری و خوداتکایی و اعتماد به نفس در رگهای فردی و جمعی ما جریان پیدا بکنه و ما از انقلاب عاشورا و به ویژه از منش خود ابا عبدالله حسین علیه السلام درس ایستادگی بر سر پای خود را بیاموزیم و از وابستگی و ذلت پذیری و تسلیم و انقیاد در برابر اراده و اهداف بیگانگان و استعمارگران بپرهیزیم و این قدرت را پیدا بکنیم که هم خودمان را و هم جامعه خودمان را و کشور خودمان را در حدی که برای من آرمانی و ایدئال است ارتقا بدیم و آینده فرزندانمان را هم با همین روحیه و روی کرد بیمه بسازیم. سپاسگزاری میکنم حضرت استاد، خیلی استفاده کردیم از معذر حضرت عالی و از شما بینندگان گرامی، برای خودم، برای استاد گرامی و همکاران عزیزی که شما اونا را روی صحنه نمیبینین التماس دعا دارم و همینطور مریضان مسلمان و هموطن ما که اتفاقا دیروز یکی از جوانانی که متاسفانه مبتلا به بیماری سرطان هست پیامی فرستاده بود و التماس دعا کرده بود، در کشور بیگانه هم هست، کسی هم ندارد، در غربت هست، مبتلای به سرطان هست، یک خودش هست و یک همسرش، به لحاظ اقتصادی هم وضعیت بسیار نامناسبی دارن. امیدوار هستم که برای ایشان هم دعا بفرمایین و همینطور برای شفای همه بیماران اهل اسلام. موفق و معید باشین. خداحافظ شما.